زحمت پیش خونسر رو بکش. یه سوپی براش درستم. سلام. سلام. سلام آشقابی. سلام آقای یوسف. سلام رضا خوبه. سلام رضا خوبه. ان شاء الله. دعاش کنید. خیلی تشکر کنید. آسیاهاش مرخصی داد امروز. به نرگس برسن. دست شما درد نکنه. به خیر گذشت. خدا از خواهری کنه. زنده باش. بیچارا ناامید برگشتن. مادره که بدبخت رنگ به صورت نداشت. آدم جگرش کباب میشد. میگفت دکتر گفته این بچه باید تا مدت‌ها از تو خونه تکون نخوره. گفته ببرید سرگرمش کنید. گفته آخه این بچه رو من چجوری سرگرمش کنم؟ میخواد بره این ور اون ور با همسن سالاش بازی کنه، بگرده. گفته تلویزیون ببینه، فیلم، کارتون، چه میدونم. خبر نداشتیم بندگان خدا تو این اسباب کشی تلویزیونشون هم از بین رفته. والله خدا. پس بی خود نبود که آقا یوسف خودشو به در دیوار میزد وام بگیره. میگم هر از گاهی بهشون سر بزنیم، بچه رو ببر که با اون بچه بازی کنه، ثواب داره. حتما. مادرش میگفت دکتر گفته هر جوری میتونید سرگرمش کنید، خدای نکرده چون مدت طولانی باید تکون نخوره، جایی نره، افسرده میشه. سفر برید، یکی نیست به این دکتره بگه خدا پدرتو بیامرزه. آخه این بیچاره چی دارن که باش برن سفر؟ یا حداقل ببرن شهر بشه یه دکتر بهتر. ای وای، میگم سیاوش. چرا؟ نمیشه این سابکارتون یه مساعده یه چیزی براشون درخواست بکنی؟ والا چی بگم؟ نمی کارگر ساده از تازه اومده. حالا هر کاری از دستت برمیاد بکن، ثواب داره. ببینم چی کار میتونم بکنم. بخور عزیزم، بخور. بخور. این بچه هنوز داره نقاشی میکنه علی؟ اون که دنیاش نقاشیه، تمام زندگیش نقاشیه. از درس و مشقش نمونه ها؟ نه نگران نباش، خودم حواسم بهش هست. دست شما درد نکنه خانم. خیلی ممنون. برم دیگه، دیر شد یوسف، منتظر خدا حفظ کنم. به سلامت، خدا و همراهت. علی جان برو مادر سوانت بخور، گیرت میشه. چشم. چشم. آقا یوسف هم اومد. سلام علیکم. سلام علیکم. سلام آقای. سلام، حال شما خوبه؟ سلام. خیلی ممنون. سلامت باشید. آقا سیاوش جان، شما جان آقای یوسف. شما خیالتون راحت باشه، ایشون باید از ما مراقبت کنن. خدا بهت. خدا به شما. خدا. خدا بهت. خدا. خدا. نیلوفر، یادت یه دونه تلویزیون کوچیک داشتیم؟ میدونی کجاست؟ آره. کجاست؟ توی انباری. بلی خرابه. میخوای چی کار؟ دادم بهت میگم. خداحافظ. سلام عشقم. خداحافظ. سلام عشقم. خداحافظ. خداحافظ. سلام عشقم. خداحافظ. خداحافظ. سلام عشقم. خداحافظ. خداحافظ. خدا حافظ. سؤال بعضی ها همینطور، سؤال بعضی ها همینطور به گوش آنها آویزان میماند، مثل یک گوشواره. اجازه، گفتیم ما چیکار کنیم؟ حالا بذار دیکته بچه ها رو بگم بعد بشیم. بعد هم
یک مرتبه میافتد و گم می شود. خب بچه ها دفتر دیکتتون رو بدین به من. بچه های کلاس پنجم کتاب های ریاضیشون رو بذارن روی میز. مرده دوست نهاری تا تو دوره برش باشه. باشی تو برو من میام. چکمه تو سفره ننداخته. بله. میگه چکمه تو سفره ننداخته، گناه داره. منم چون چکمه که تو سفره نمیندازه. بچه دیر اومدی. من تو بخورم نه خوردم. دستم مدرسه. بازی به کی میکردی؟ نه. مادر داشت بودنه. بچه من سردته؟ میدردی؟ مدرسه چه خبر؟ لا 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 چطور مگه مامان جان؟ هیچی از بچه های بالا شنیده این همسایه روبروی هست تازه اومده. دخترش بیماری روحی داره. من خیلی دقیق نمیدونم مادر. فقط اینو میدونم این طفلی نه که نمیتونه حرکت کنه. مثل شما دلش میخواد بره همه جای روستا رو ببینه، بگرده. خب نمیتونه دیگه. ناراحته، کنجکاوه.
مامان میشه من و نیلوفر ببریم روستا رو بگرده؟ نه مامان جان، خطرناکه. ما که دقیقا نمیدونیم مریضیش چیه، مسئولیت داره برامون. مامان جان، مامان میشه بریم خونه شون؟ دوست دارم نرگس رو ببینم. میبرمت مامان جان، باید یه خورده صبر کنی، ما با هم بیشتر آشنا بشیم، بشناسیمشون، اون وقت خودم میبرمت پیشش. خب؟ ما که دقیقا نمیدونیم مریضیش چیه، شاید مامانشینا دوست نداشته باشن کسی بره خونهشون. خب؟ به قربونت برم، بخواب دخترم. سلام. سلام. اوستو محمود هست؟ برو تو هست، برو تو. سلام اوستو محمود. علیک سلام، کاری داشتی؟ اومدم این تلویزیون رو واسم درست کنی. این تلویزیون سیاه‌سفیده، برای تعمیرش میکنم، یه برنامه هم بهش میدم، برای رنگیش هم میکنم. این هم سیمش. دیگران نباش، برای تعمیرش میکنم. چرا بغض کردی پسر؟ برای تعمیرش میکنم. چقدر طول میکشه؟ یکی دو هفته. سخت افزارش خوبه، یک نرم افزار برش پیدا میکنم. پس من تا اون موقع چیکار کنم؟ یعنی اینقدر واجبه؟ آره. خب این همه منظره، کوه و در و دشت، گل، باغچه، قورباغه، جنگل، اینا همه، برو به اونا نگاه کن تا این آماده بشه. برو پسر، برو، برای تعمیرش میکنم، برو.
باشه خداحافظ. خداحافظ برو. بفرمایید خیلی ممنون. بفرمایید. بفرمایید. باشه. خیلی سلام برسونید. بفرمایید. خیلی ممنون. هست. خیلی ممنون. میخواد کمک کنم. قربان. نه نه. خیلی ممنون. سلام. سلام برسون. خدا. خدا. سیاوش جانم، پس چی شد این وام آقای یوسف؟ هیچی، امروز کلی التماس کرد ولی فایده ای نداشت. کارفرمام عصبانی شد، گفت تا 3 ماه دیگه قرون نداریم. تازه تا چند وقت دیگه کار پل تموم شد، باید بریم یه جای دیگه. بابا کار پل رو آن تموم شد، آقای یوسف اینا با ما میان؟ گمون نکنم، اونا هم باید یه جای دیگه برن. چطور؟ هیچی، همینطوری پرسیدم. بابا میشه از اینجا نریم؟ دخترم کار راه آهنه دیگه، اون میره جلو، ما هم باید بریم هی جلوتر. ما هم هی باید بریم جلوتر، فهمیدی؟ همینه دیگه، تا این بچه های زبون بسته میان یه جا عادت بکنه باید زندگی رو جمع کنیم بریم یه جای دیگه. خانم کاری از من بر نمیاد که تازه چه اشکال داریم، میریم جای جدیدتر، جای تازه تر، میبینیم روحمونم تازه میشه، اینجوری بزرگ میشیم، مگه نه؟ نرگس که میمیتونه راه بره چیز جور با جور ببینه بزرگ نمیشه. دخترم تا دوستای خوبی مثل شما داره خوب کمکش میکنی اونم بزرگ میشه دیگه. حالا غذاتون آره؟ شما هم غذاتون بخور. بریزم؟ بریزم برات عزیزم. نه؟ تو چی؟ نه بخور دیگه، برجی خالی نخور. میخوای؟ بای کلا دختر خوبم، بخور عزیزم. و هیچ شغلی بی مشورت نیکو، امیر حسین سرت به کار خودت باشه، بی مشورت نیکو نیاید. خب بچه ششم دفتر دیکتاتون خوب بده.
خب بچه های چهارم. بله مریم و قاسم امروز غایب کردن، فقط ما اومدیم. اشکال نداره عزیزم، شما جمع این کلمه ها رو برای من بنویس. بچه ها ساکت. خانه، مادر، اتاق، کلمه. جمع اینا رو بنویس به من بده. بچه های سوم هم که قرار بود با هم دیگه حاصل جمع رو کار بکنیم. خب حاصل جمع این دسته از اعداد رو بنویسیم بچه ها. 8756، 6942 و 3854. بنویسین تا 3854. خب بنویسین تا ما برسیم به نقاشی بچه های کلاس پنجم. خب بچه ها من اگه نگم هم دیگه همه تون میدونین که من اصلا نقاشیم خوب نیست. حالا همینجوری یه چیزی براتون میکشم چون درس نقاشیه، ولی شما باید نقاشیتون خیلی خوب باشه. حالا من بهتون میگم چجوری نقاشیتون خوب میشه. اولین قدم برای اینکه یه نقاشی خوب بکشید اینه که به اون چیزی که میخواید بکشید خوب فکر کنید، یعنی بتونید تو ذهنتون تخیلش کنید. وقتی این کارو کردین بعد دست به کار میشین. حالا این جلسه ما با همدیگه خوره تمرین میکنیم، اما جلسه دیگه همه تون باید با خودتون یه نقاشی خوب بیارین. باشه؟ خب ببینم چیا داریم میکشیم. به به چه قشنگ کشیدی. ببینم معلومه علاقمندی ها. که با تأخیر اومدید مدرسه، شما تشریف بیارید ببینم واسه چی با تأخیر اومدید مدرسه. آقا اجازه، ما یه خواهر داریم که اسمش زهراه، مامانمون اونو سپرده بود به ما، رفته بود ولی دیر کرد، به خاطر ما صبحونمون دیر خوردیم دیر کرد. دروغ چه نمیگی؟ نه آقا دروغ هم کجا. برو سر کلاست، آخرین بارت باشه. چشم. شما تشریف بیار جلو ببینم علی آقا. شما برای چی تأخیر کردی؟ آقا تو راه مدرسه یه تابلو نقاشی دیدیم، حواسم پرت شد دیر شد. یعنی چی؟ مگه کلاس نقاشی ندارید؟ مگه معلم ندارید؟ آقا معلمم فارسیش خوبه، نقاشیش خوب نیست. کی گفته که نقاشیش خوب نیست؟ همیشه نقاشی میکشه میبینیم. خیلی خوب، خیلی خوب. برو سر کلاست، من خودم باشون صحبت میکنم. دیگه تکرار نشه. چشم. شما تشریف بیار جلو ببینم. تو برای چی تأخیر کردی؟ آقا اجازه، هم مامانمون خواهرمونو به ما سپرده بود، هم صبحانمونو دیر خوردیم، هم معلم ما نقاشی بلد نبود. آخه
منم که حرفات باور کردم. حیف که دستم بسته است. آموز پرورش قدغن کرده تنبیه بدنه رو. وگرنه با اون چوبال بالایی که تو بچگی ها ما رو تنبیه میکردن بهت نشون میدادم که دروغگویی یعنی چی. تو یکی باید بری با ولید برگردی. بودو برو ببینم. حالا نمیزونی ما رو بخشیم؟ خیر، بفرمید. چه رفتنی یه دون از اون قابا به من بدید؟ کدوم قابا؟ از همون هایی که کارگر درست میکنن اونجا. نه عزیزم، نمیشه. بابا اونا رو بسه چی استفاده میکنن؟ اونا رو میبندن دور آرمادارا که محکم بشه. یه وقت حوست نکنی بیا این کارو بشی یا حمیدی؟ نه اینکه من از کارم ناراضی باشم، اما اینجوری آلاخون والاخون میشی. باید به فکر خانوادتم باشی. ها؟ با راستی اون تلویزیونه بود تو انباری بود، خراب بود، اونو بردن دارم درست کنم بدیم به آقا یوسف اینا. برای چی این کاری کردی تو؟ اه اون اگه درست بشه بود که خودم داده بودم که. به جای درس خوندنت میری این کارا رو میکنی؟ برگشتن میری پس میگیری. چشم. حالا بعد برای آقا یوسف اینا هم این فکر نمی کنم. سلام. سلام اسم محمود. سلامت یا آقا. خیلی عجله داری؟ این حالا حالا ها کار داره. باید قطعاشو از زیور و از زیور از زیور جور کنم. برو بابا، برو یه هفته دیگه بیا پسرم، برو. ببخشیدا، من اومدم ببرمش، اون دیگه درسته میشه. من که اصایی کارم میگم میشه، تو از کجا میدونی نمیشه؟ این حرف رو بابام گفته، حتما یه دلیلی داره دیگه. اگه این تلویزیون خرابه به چه دردتو میخوام؟ قابل بریزی تو آشغالدونی؟ بذار سرسه برای درستش کنم. بعدش هم پولیشو بیار بده. برو بابا، برو سر داشته باش. برو خداحافظ. چیکار کنم آقا؟ چیکار کنم بچم دارم دستم میگرده. خدا بزرگ دستم میگرده.
علی آقا یه پارچه سفید رو این میکشی، اون وقت برای نقاشی آماده میشه، اون وقت بهش میگن بوم. ببخشی شما برای چی هر وقت میاد جنگل با این نقاشی میاد؟ تو یه همچین جایی رو توی این اطراف دیدی؟ مگه خودتون نکشیدی؟ اگه یه همچین جایی رو توی این اطراف دیدی حتما بیا خبرم کن. اگه کاری هم درباره نقاشی داشتی بیا حجره من. حالا دیگه پاش لباسات تنت کن برو، نگرانت میشن. اگر این دفعه هم اومدی جنگل مراقب چال و چوله های شکارچی ها باش. دست در نکن. مواظب راه هم باش. نیلوفر تو فقط چوبای بلنده سوار کن بده من، نمیخواد ببندیشون. خب منم میخوام ببندم، چوب جدا کردنه که کاری نداره. آخه تو زورت کمه، ببندی وا میشه. علی این رو بسه باد بادک میخوای؟ مگه باد بادک با این هوا میره؟ گفتم که بهت بعدم میگم. پارچه سفید چی شد؟ هر وقت مامان این نخواه بیدم بعدم. نیلوفر علی بیار اینجا. نیلوفر تو برو من میام. علی علی مامان جان بگی بخواب، صبح زود باید بری مدرسه. نیلوفر بلند شو بینه چی کارم داره. خوابم میاد. نه قرار نبود پارچه رو بیاری. بگیر با بلنجت هم بده من بینه کار دارم. تو بلنجم رو میخوای خراب کنی. سلام باش حسن. سلام باش حسن. سلام باش حسن. خدا حافظ. سلام باش حسن. خدا حافظ. سلام باش حسن. خدا حافظ. دست خوب بخونی. میگن قدیما که ما نبودیم یه فرمانده گام از حسن ازش قرض گرفت، تا الانم براش نیورده، اینم منتظر. ای سلامم، ای سرودم، ای نگهبان وجودم، ای غمم تو، شادیم تو، مایه آزادیم تو، ای وطن، ای دلیل زنده بودن، ای سرودی صادقانه، ای دلیل زنده ماندن، جان پناهی جاودانه، ای وطن. همچو رویش در بهاران، همچو جان در هر بدن، مثل عطر بوی گلها، مثل سبزی چمن، ای وطن. مثل راز شعر حافظ، مثل آواز قناری، همچو یاد خوشترین ها، همچو باران بهاری، ای وطن. مثل غم در مرگ مادر، مثل کوه قصه هایی، مثل سربازان عاشق، قهرمان قصه هایی، ای وطن. دست درد نکنه بسرم. تو میخوایی کم دست درد نه عزیزم،
همینجا وایسه بیرون نیا یا برای چی درگیر میشی تو؟ ردت کنم بری خوبه؟ والله ردم کنم برم بهتره. الان دو ماه من حقوق نگرفتم آقا سیاوش. مگه من گرفتم؟ شما که از زندگی من خبر نداری که بیچاره شدم آقا سیاوش. چند ماه به این بچه ها قول دادم که ببرمشون مسافرت. خب این زن بچه ای من گناه دارن، غلط کردن تن بچه ای من شدن، همش باید تو اون چهار دیوار زندونی باشن. خوش آمدی علی آقا، بیا بشین روی این چارپایه، الان میام. حالت خوبه؟ خوش آمدی علی آقا. تو جنگل که دیگه اتفاقی نیفتاد، الان حالت بهتره؟ بله خیلی ممنون. میتونم یه سوال درباره نقاشی ازتون بپرسم؟ خیلی خوشحال میشم، بگو. من وسایل نقاشی ندارم، چطوری میتونم بکشم؟ من میتونم کمکت کنم، راهنماییت کنم، بهت یاد بدم چجوری نقاشی بکشی. این قلم رو میبینی شما؟ بله. میتونی قلم برای اندازه‌گیری ازش استفاده کنی، بذاری جلو چشمت عمود نگاه کنی بهش. اینو بگی دسته، به فاصله بگیر، آها یه چشتم ببند، عمود نگاه کن، راحت میتونی اندازه رو در نظر بگیری. یا بچرخونی به این حالت افقی، نگاه کنی اندازه رو با این تشخیص بدی. خیلی خیلی خوبه. ضمناً خیلی مهمه که برای نقاشی حتماً با پنجهات ورزش کنی، پنجه‌ها رو آماده کنی برای گرفتن قلمو و خوب کار کردن. این قلمو رو بگی دستت. این همون بومیه که تو جنگل بهت گفته بودم و دادم. دست بکش. این قلمو رو میتونی بگیری دستت، به آرامی بکشی روی بوم و یواش یواش تمرین کنی که بتونی نقاشی رو راحت انجام بدی. لیلو پر چیکار میکنید؟ سرم نقاشی میکنم. بازی گوشی نکن، بیا من کمک کن، اینا رو جمع کن. دستانو میخوام. من میخوام برم بغل پل نقاشی بکشم. خب تو اونا رو جمع کن، بذار تو انباری. باشه؟ باش. سلام مارو خانم. سلام علیه. میشه یکم از این روپه انارت دم بدی؟ خب چکار؟ میخوام باش نقاشی بکشم.
شیشه تو بزن آسی سینی مفده شد. بسیدون دارم. خدا بسید. سلام نناسیه. علیکم سلام. ببرم یه چند از این هیزومای سوختت دارم بدی؟ بله ببرم. دستت درد نکنه، زحمت شده. دست درم خدافظ. سلامت. سلامت. سلام برسون با مادرت. سلام خاله مریم. سلام. میشه که از این دومه گاوات به هم بدی؟ چرا نمیده؟ برای چی میخوایی؟ میخوام باش قلم درست کنم. باشه. نکرده مامان دعوامون نکنه. تو فعلا حرف نزن، من خودم بهش میگم. دستت درد نکنه. نقاشی بسیار بسیار زیبایی کشیدی. این نشون میده که دستت روونه و واقعا علاقه داری. فقط من میخوام بدونم این رنگا رو چجوری درست کردی. مثلا این رنگ زرد رو چجوری درست کردی؟ با تخمر. باریکالله. آفرین آفرین. خب این قرمز رو با چی درست کردی؟ با روبنار. به به به. فقط میخوام یه چیزی بهت بگم. دست درد نکنه. فقط اگر میتونستی یه تلالویی به این آب رودخونه بدی بسیار بسیار زیباتر میشد. یک حالتی مثل این. و من افتخار میکنم که تو یه همچین نقاشی کشیدی. باریکالله.
رعنا خانوم، رعنا خانوم. جانم. سلام خواهرم. سلام، حالت خوبه؟ سلامت باشی، بفرمایی. خیلی ممنون. نرگس چطوره؟ خدا رو شکر. خب الهی شکر. میگم خواهرم، ما داریم میریم برای همین عروسی یه خورده خرید کنیم، شما میای بریم؟ نه ما نمیتونیم بیایم. میدونین که نرگس حالش چطوره؟ ایشالله زودتر خوب میشه، نگران نباش. امید به خدا. اگه چیزی لازم داری بگو ما برات بگیریم. نه زنده باشی، بریم با امید خدا. باش، خدا حافظ. خدا حافظ. باریکالله علی جان، این تابلو رو خیلی خوب کشیدی، خطوط رو در نظر گرفتی و روی تابلو کار کردی. امو این خونه پشت اون خونه بود، من چطور باید بکشم؟ آها، چون اگر میکشیدی پشت اون اصلا دیدی نداشت. هر شیء یه پرسپکتیو داره. اون پرسپکتیو چیه؟ آها، پرسپکتیو هر طول، عرض، ارتفاع و عمق هر شیئی رو میگن پرسپکتیو. خیابون، خونه، جنگل، هر کدوم به تنهایی پرسپکتیو داره. باریکلا به این فکره. فقط میخوام بدونم این تابلو رو تو با رنگای طبیعی کشیدی درسته؟ بله. آها، از این به بعد من بهت یه تعدادی رنگ میدم، قلمو میدم، با اینا کار کن تا بتونی کارت بهتر و خوبتر بشه. این قلمو و این رنگ هم پلیتو باشه، مثلا زرد و قرمز رو که با هم قاطی بکنی رنگ نارنجی به دست میاد. من we'll be right back.
دست شما درد نکنه. نوشه جان، میگم سیاوش جانم، این رعنا خانوم گفت از خودت بپرسم، میخواد ببینه میشه این دخترش نرگسو بیارن محل کار باباشو ببینه؟ عزیزم نمیشه که، آقا یوسف خودش باید بدونه که اونجا یه محیط مردونه است. این بچه هم یه مریضه، معلوم نیست چی بشه اونجا، که بعدش هم اونجا جای تفریح نیست، جای کاره. میدونم، ولی خب بچه هست دیگه، طفلکی افسرده شده، میبینه همه بچه های ما بچه های همسن و سالش میدونن این ور میدونن اون ور، همه جای دیدنی رو میبینن، ولی این زبون بسته نمیتونه که حرکت بکنه. حق داره. آقا یوسف امروز همش از علی میگفت، میگفت ما که نتونستیم به عروسی، اما اون نقاشی که علی کشیده بود نرگس رو کلی خوشحال کرد. واقعا؟ آره. خدا رو شکر. میگم علی جان تو یه میتونی بکشی، بیا جای نقاشیم از پل بکشیم بچه خوشحال شه. آه؟ اما بعد از مدرسه تا با نیلوفر میافتی دنبالم سیریش میشه. نه عزیزم، این بچه رو دنبال خودت نکشون، داستان میشه. اونجا رودخونه است، پل محل کاره. خوشمزه شده دست خدا رو شکر، خیلی بهتره. الحمدلله. رعنا خانم غذای آقا یوسف بده. خدا خیلیت بده علیشم. علی دیره بیا بیا بشی. الان بیا. بیا پسرم. علی جان اینم غذای پدری، فرد بر. خدا حافظ. به سلامت. مواظب خودت باش مادر. رودابه خانم، خدا علی رو براتون نگه داره. نرگس این روزا دیگه نمیخواد از خونه بیاد بیرون. میگم اگه مجبور شیم از اینجا بریم چی؟ تا میان این بچه‌ها با هم عادت کنن باید از هم جدا بشن. میدونم رعنا خانم، بهت حق میدم، برای خود ما هم سخته. از طرفی همین اتفاقات باعث میشه که بچه‌های ما به همین راحتی دلبسته کسی یا چیزی نشن. اینجوری برای خودشون هم بهتره، راحت‌تر بزرگ میشن. نگران نباش. شما خیلی قشنگ حرف میزنین رودابه خانم، من که سواد درست حسابی ندارم، این چیزا رو نمیفهمم. حالا اگه کاری نداری بیا تو یه چایی بخور. نه باید برم. خداحافظ. به امید خدا. به سلامت. باریکلا باریکلا ببینی رهن خانم چه خیلی شبیه منو. اینا پوشش آبه، اینجا اونجا یکی دارن کار میکنن. آره. اینا آب پوش سرش خدا خیرت بده علی جان. من و رهن خانم هم بالاخره محل کار باهاش. ببین عکس این پل چقدر قشنگ توی آب افتاده، ولی چقدر شبیه کشیده اصلا اون نمیده نوشته این آقا یوسف هست. باریکلا ماشاءالله کفا هنرمند. باریکلا پسرم. برای شماست نرگس جان. آره ببین باباتو نرگس.
هرگز بابا جان این میگفتی محل کار تو ببینم اینا من اینجا کار میکنم و زیر این پله دیدی؟ برا تو کشیده ها تو ببینی حالا یه روز عکسی پدرت هم بکش دیگه از وقتی که به سرش رفته تنها شده فقط یه تابلو نقاشی ازش مونده اسم پسرش هم علی ها آخه پس به همین خاطره که به تو خیلی علاقه مند شده بیا اینا رو بگیر بنده خدا افسرده شده دیگه خیلی ممنون دست شما درد نکنه بریم سلام خدا خداحافظ جایی نرفته باشه جایی نمیره مثل اینکه داره میاد سلام علیکم سلام علیکم حال شما خوبه؟ بفرمه خیلی ممنون بفرمه بفرمه خورت خورت بس راضی به زحمتتون نبودم خواهش میکنم ممنونم شما اینقدر به این علی آقای ما لطف داشتین که اینا در برابرش هیچه بازم اگه کاری داشتیم به خود من بگید لطفا منو پسر خودتون بدونیم خواهش میکنم اما این هنوز کامل نشده علی آقا قرار بود جاشو تو برام پیدا کنی اتفاقا علی همیشه از این تابلو خیلی تعریف میکنه این تابلو یادگار پسرمه علی تنها پسرم هنرمند قابلی بود همیشه دنبال چشم‌اندازای بکت و دست نخورده میگشت ولی چه کنم تقدیر نبود کارشو به انجام برسونه ولی من هنوزم منتظرم بالاخره یه روزی برمیگرده انشالله برمیگرده بفرمایید سوپتون رو بخوریم علی جان این بوم پلوی شما باشه من حالم خوب نیست هر موقع نشونی از این تک درخت پیدا کردی حتما خبرم کن چشم شده. نه عزیزم دعوا چرا چون که ما باید بریم یه جای دیگه زندگی کنیم فهمیدی اینجا رو هم باید بدیم به صاحبش میریم یه جای دور دخترم میریم 100 کیلومتر اون برتر
عمو یوسف نه مامو میان عمو یوسف اینو نه اونو باید بمونن اینجا عمو یوسف نگهبانی پلو بده فهمیدی دخترم بابا کی میخوایم بریم فردا پس فردا عزیزم ببینم تو دوست داری با قطار بریم یا با ماشین قطار باشه از این جهتی علی آقا از شاگردای خوب مدرسه ما بود و حالا داره میره واقعا ناراحتم اما امیدوارم هر جا که میره درساشو خوب بخونه و در آینده برای خودش کسی بشه ایشالله اگه اجازه بدید علی این دو زنگم سر کلاس باشه که بتونه با هم کلاسیش خدافظی کنه خواهش میکنم مشکلی نداره هر طور میل شماست پس اگه اجازه بدید دیگه ما مرخص بشیم خواهش میکنم در امان خدا به سلامت خیلی ممنون خداحافظ آقایم خدا نگهدار علی جان قصه نخوری یا سفر آدم ها رو بزرگ میکنه خداحافظ سلام اشتا سلام آدرس دقیقش رو تو این نوشه بسرم موفق باشه انشالله که همیشه تو زندگی عاقبت به خیر باشه دلم رو شاد کردی خیلی خیلی ازت متشکرم اون نقاشی ها و قلم ها رو گذاشتم بیرون برات انشالله در آینده هنرمند موفقی باشی خیلی خیلی خوشم خدا حافظ. خدا حافظت باشه برای همیشه سلام علی جان یک هنی تعمیر نشده واسه یه کار دیگه اومدم هر موقع درست شد بیارش به این آدرس راستی بابام پولو داد گفت بدم شما
خدا بهت برکت بده. ببین علی جان داریم نزدیک میشیم. برو به همین آدرس فرد میارم. باشه خدافظ. خدافظ. بدش من واسه. دستتو نرد کارش. مراقب باش. چشم. اینو میذارم همین جلو. بفرما آقا یوسف. دست شما درد نکنه. دست شما درد نکنه. خواهش. بدش برم. دست شما درد نکنه. شما یه دقیقه نگه دار من جاشو درست کنم. شیشش نشکنه. همینجا خوبه. خوبه. بابا. جانم. یه لحظه میاد. بگو دی. چی میخوای؟ بازم مونده چیزی؟ اونم هست هاست یادش دستتون درده کنیم این رو بندازی چشم همه میشه دست شما درد نکنه آز خواهش میکنم خیلی خیلی من خوب شد دیگه زمان دکیشی خوش میبنم خیلی محکم شد بله ممنون از شما زحمتاتون نار دارید وظیفه‌مه خیلی خیلی متشکی سلامت باشید آقای یوسف جان دیگه به هر حال خوبی بعدی از ما دیدون ببخشید خدا دیگه بهتون یه امانتی هم قرار بیارن لطفا بگید استفاده کنید شما دوباره ما رو شرمنده کردید دست شما درد نکنه به امان خدا سلامت باشید دست شما درد نکنه سر ما بزن علی سلامت باشید علی بیا دیگه علی سر به ما بزن رو داده خانه چشم حتما خب خداحافظ شما علی علی بیا ماما خداحافظ شما آقا یوسف با اجازه خداحافظ شما سلامت باشید خوش آمدید حلال کنید زنده باشید خداحافظ شما حلال کنید ببخشید برو بالا جلو جانی تزنه برو بالا بیا مونده خداحافظ شما مونده به سلامت مراقب خودت باش خداحافظ علی خداحافظ شما سلامت اینجا بشست بشست اینجا نیا خدا حافظ به سلامه نفردارم که پروازم به سوی عیبت نفردارم گذر آقا یوسف آقا یوسف بله سلام علیکم سلام علیکم بفرمه بفرمه سعی سالمه خیلی سخت بود بالاخره تعمیر شد دست شما درد نکنه من چقدر باید تقدیم کنم؟ قبلا پرداخت شده خیلی ممنون این کار تو منه هر وقت کاری باشه در خدمتم خدمت از ماست بفرمید چای تر خیلی ممنون خدا نگهدارتون زنده باشه زحمت کشیدی آقا یوسف تلویزیونه؟ آره از کجا رسید؟ فکر کنم همون امانتی آقا سیاوش باشه خیر ببینم بریم نرگس الان خوشحال میشه از روستا که بیرون بریم بعد از دره تنگ یک کمی بالاتر میرسیم به جنگل بلور راه سختی است بالای کوهستان جنگلی میرسیم به یک دشت بزرگ
تک درخت تنها همون جاست. بالاخره پیداش کردیم امو. اون بالا هوا خیلی سرده. اگر خواستید برید حتما لباس گرم بپوشید. ریل گذاری مسیر راه آهن تمام شد و ما باز مجبوریم که جلوتر بریم. از شما ممنونم و همیشه به یاد شما هستم. شاگرد کوچک شما علی. Ha ha ha!